علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همتون هر جایی که هستین جور سلامت باشین و زندگیتون به خوشی و صحت و سلامتی بگذرن. امروز درس سوم را برای صف پنجم در بزمن انگلیسی آغاز میکنم. درس امروز درباره میوه‌جات خشک و میوه‌جات تازه که لغات هست، یعنی نامهایشان را امروز ما در این درس سوم یاد میگیریم. خب دقت کنین بعد درس. خب شاگردان عزیز، شما میوه‌جات تازه را در انگلیسی میتونین فرش فروتس بگوین. چی؟ فرش فروتس. خب ما شروع میکنیم تمام میوه‌جات را خوشایند نتونیم اینجا ذکر کنیم، اما تعدادی از میوه‌جاتی که بسیار مهم میباشه به شما نام میگیریم و شما کوشش کنیم که نامهای آن را قسمی که من نشته میکنم شما هم در کتابچه هایتان قلم کتابچه ها گرفته بنویسید. خب اول شروع میکنیم از اپل. اپل APPLE اپل سیب. اپل سیب. اپل سیب. خب لغت دوم ما پیچ. پیچ. پیچ لغات به معنای شفتالو. شفتالو. لغات سوم. لغات سوم در مورد گریپ. گریپ. انگور. گریپ انگور. لغات چهارم منگو. منگو ام. منگو ام. لغات پنجم فیک. فیک انجیر. انجیر. لغات پنجم فیک انجیر. لغات ششم البته چری. چری آلوبالو. لغات ششم چری آلوبالو. لغات هفتم البته ما میگیم که پرون. پرون آلوی بخارا. یعنی پرون آلوی بخارا. خب لغات هشتم ما شب رای عزیز البته اپریکوت. اپریکوت زرد آلو. زرد آلو. لغات نهم بنانا. کیلا. کیلا. و لغات دهم البته ما یک لغات ملن خربوزه. ملن خربوزه. خب این در لغات از میوه‌جات تازه برای شما در این درس کفایت میکنه. بعد از ما تکرار میکنیم. اپل
سیب، اپل، سیب، پیچ، شفتالو، پیچ، شفتالو، گریپ، انگور، گریپ، انگور، منگو، منگو، ام، منگو، ام، فیک، انجیر، فیک، انجیر، چری، آلوبالو، چری، آلوبالو، پرون، آلی بخارا، پرون، آلی بخارا، اپریکوت، زردالو، اپریکوت، زردالو، بنانا، کیلا، بنانا، کیلا، ملن، خربوزه، ملن، خربوزه. خب یک اسپیل میکنیم و هم تلفظ میکنیم، کوشش کنیم که این دفعه خوب صحیح تلفظ شما یاد بگیریم و از پشت ما تکرار کنیم. اپل، A double P L E، سیب، اپل، پیچ، P E A C H، پیچ، شفتالو، پیچ، شفتالو، گریپ، G R A P E، گریپ، انگور، منگو، ام، M A N G O، منگو، ام، فیک، F I G، فیک، انجیر، چری، C-H-E-R-R-Y، چری، آلوبالو، پرون، P-R-U-N-E، پرون، آلوی بخارا، اپریکوت، اپریکوت، A-P-R-I-C-O-T، اپریکوت، اپریکوت، زردالو، بنانا، کیلا، B-A-N-A-N-A، بنانا، کیلا، میلان، خربوزه، میلان، M E L O N، خربوزه، میلان. خب شاگردای عزیز، ما به اینا یک جمله میگیم، شما میشه که این را در جمله استفاده کنید. مثلا جملات بسیار ساده میتونیم به اینا در جمله استفاده کنیم. مثلا میگیم که What is this؟ What is this? What is this? این چیست؟ یا What is that? آن چیست؟ What is this? این چیست؟ میگم This is an apple. This is an apple. What is this? This is an apple. In cheese, in یک سیب است. What is that? On cheese. That is a banana. What is that? آن چیز آن کیله هست. خب شاگردای عزیز، شما ببینید که this به خاطر چیزهای نزدیک استفاده میشه، that به خاطر چیزهای دور. اگر ما بخوایم به چیزی که نزدیک ما هست اشاره کنیم، باید this استفاده کنیم و چیزی که از ما دور هست باید برایش that استفاده کنیم. پس از پشت ما تکرار میکنیم و هر کدومش سوال که میکنم و میسوستم شما جواب میدید. What is this? این چیز. This is an apple. ایچون نزدیک است به ما، اینا رو با من دور است، پرسان میکنم. What is that? On cheese. That is prawn. On as آلوی بخارا. What is this? In cheese. In as this is peach. In شفتالو هست. What is that? On cheese. That is apricot. On زردالو هست. What is this? In cheese. This is grape. Grapes. In us, angurha. What is that? On cheese. That is banana. On us, kela. What is this? In cheese. This is mango. In us. What is that? On cheese. That is melon. On us, kharbuza. What is this? In cheese. This is fig. In us, anjir.
What is this? Inches. This is cherry. این است آلوبالو. شاگردان عزیز، خب شاگردان عزیز، راستیم به پایان درس امروز درباره میوه‌جات تازه یا فرش فروتس بود. البته نگفته نباید گذاشت که براتون وعده کرده بودم که میوه‌جات خشک رو هم براتون درس میدهم، اما نسبت به زیقی وقت نتونستم که آن را با این درس براتون ارائه بکنم، اما به درس چهارم انشالله که آن را براتون ارائه